ما یملکه احد من الناس تو یکی از روایات هست و الخمس فی کل داره یا نداره ما یملکه احد من الناس اینایی که پدر و اولاد کسب میکنن پولاشون میان همه رو یه جا میذارن همه شون هم از همین خرج میکنن این هر چی سر اگه یک سال دارن هر چی سر سال مون دارش خمسه چون مال همه شونه اگه سر سالشون مختلفه نه مختلف میشه چقدر این گذشته چقدرش خرج شده چقدرش نشده اگر معلوم نیست با حاکم شهر مصالحه کنه در روایت داره الک این مبطل روزه نیست فقها هم فرمودن که جمع ادله فرمودن به شرطی که چیزی ازش جدا نشه پایین بره اون که میفرد نسوار اگر جوریه که فقط مثل ریگ یه دونه ریگ آدم بذاره تو دهنش این چیزی پایین نمیره اما خود این لعاب را زیاد میکنه اون لعاب طبیعی اشکال نداره حتی اگر غیر طبیعی هم قاطی لعاب شد به جوری که مستهلک شد تو عروه داره حتی اگه یه ریز خون تو دهن انسان بود این مستهلک در لعاب شد این نه حرام بلعش نه روزه رو باطل میکنه حالا اینی که میفرمایید اگه اینجوره که مستهلک در لعاب میشه یا اصلا چیزی پایین میره اگه نو چه اشکال داره چی؟ ایشون میگه نه خلاصه نه اگه عوض میکنه مشکله خلاصه به نتیجه یک جوری اگه هست که مستهلک نمیشه در لعاب یعنی لعاب طبیعی میمونه طعم مهم نیه اشکال نداره و لون هم لون مجرد از عین اونم اشکال نداره رائحه اونم اشکال نداره اما اگر یه چیزی هست ولو یه ذراتی جدا میشه و پایین میره نه اشکال داره نه اشکال داره سیگار بخاطر دلیل خاصی که در غبار غلیظ هست فهم عدم خصوصیت از غبار گفتن بخارم همینه دودم همینه دخان اون دل فقها هم غالبا احتیاط وجوبی کردن من ندیدم یکی از فقها یعنی معروف که اصلا اشکال نکرده باشه یا فتوا دادن به خاطر همون روایت او کنس بیتن فدخل الغبارو انفه و حلقه یا حلقه و انفه به نظر من فرق نمیکنه بله 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 بله
نه ما اگه میدونستیم بچه اعراض چیه که دیگه تمسک به اعراض نمی کردیم. این یک مسئله که سابقا عرض شد توی کتب اصولی و فقهی هم بالمناسبه اومده به تعبیرهای مختلف که طرق اطاعت و معصیت عقلائیه، بنای عقلاست، مگر شارع یه جایی توسعه داده باشه یا تضییق داده باشه. وقت اگر چیزی از نظر عقلا کاشفیت به معنی حجت، نه کاشفیت عقلیه، کاشفیت عرفیه، دوش وقت میشه حجت. اهل خبره ثقات که هم اهل خبره هستن هم ثقه هستن، که فقهای شیعه هم اهل خبره احکام هستن هم ثقه هستن. اهل خبره ثقات اگر از یه چیزی اعراض کردن از یه دلیلی، این دلیل حجیتش مقید به عدم اعراض. یا اگر یه روایت ضعیفت السند، ضعیفت الدلاله عمل بش کردن مشهور فقها، این کاشفه از حجیت میکنه به خاطر که طریق اطاعت و معصیت. آره اشکال نداره، معلوم تکیه نمن فقها عموما از اول فقه تا آخر فقه شما ببینید، از شیخ طوسی بگیرید تا صاحب جواهر، شیخ انصاری تا بعدیا، غالبا بله در اینجا که علم ملتی نمیشته احدی عمل نکرده، یعنی نه غالب و مشهوره. بله بله مأموم که هیچ اشکال نداره، امام باید محرز باشه که این نمازه تا اینکه مأموم اقتدا بش بکنه. وقت اگر اینکه برای میت نماز دادن احتیاطا دادن که اگه گردنش باشه، وقتی معلوم نیست نماز باشه، حتی اگر مال یه نفر باشه، چون ممکن اصلا که نماز هیچی گردنش نباشه، اما اگر مسلمه که این میت نماز گردنش بوده و این امام جماعت که در نماز این میت میخونه، این نمازه. بله نفر واحد فرق نمیکنه، همین فرق نداره. نه مأموم امام باید نمازش نماز باشه تا اقتدای مأموم صحیح باشه، اما نماز مأموم اگه نماز نبود به امام ربطی نداره. نه نه باید میدونم باید محرز باشه که این نمازه. اگه احتیاطا داره حدوم، احتیاطا یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا اون نماز نبوده این جای این معلوم نیست. ها اگه یه موقع ذمه شد جوری نیت کرد، ترامی نیت که گاهی عرض کردم، که یقینا این نمازه، یعنی میگه خدایا من 4 رکعت نماز میخونم، اگه به ذمه خودم نماز هست برای خودم باشه. او شاید اگه شد وقت معلوم نیست نمازه، باید یه جوری نیت کنه که یقینی باشه این نمازه. اون معادس اون اشکال نداره، محل خلافه، به نظر من اشکال نداره. جب همونو اگه عاده میکنه اشکال نداره، به خاطر نص خاص که در یکی از 4 مورد هست و فهم عدم خصوصیه. نص خاص داره در اینکه اگر نمازش رو فرادا خوند بعد جماعت قائم شد، این همون نماز رو اعاده کنه اشکال نداره. یه جماعت دیگه یک دونش مسلمه، همه قبول دارن، اما اگر نه جماعت خونده، حالا میخواد فرادا بخونه و یعنی میخواد بهش اقتدا کنه، یا اینکه جماعت رو خونده دوباره میخواد یه جماعت دیگه بخونه، اینا محل خلافه. من به نظرم همش اشکال نداره، للنص و فهم عدم خصوصیه. من مسئله رو باید هر کاری میکنه مسئله شو بپرسه بعد انجام بده. علا کنه نه همین عرض کردم بحث علمیشم صحبت شد.
بله، ولایت در صغیر، اگه بالغ نیست که گیری نداره، بحثی نیست. به نسبه در بالغ، به نسبه به پسر هم ولایت نداره، به نسبه به دختر هم در هیچ چیز ولایت نداره الا یک چیز، و اون ازدواجه، و اونم عقده، اونم محل خلافه. بعضی گفتن اونجا ولایت نداره، همین عروه رو ببینید، جماعتی از حاشیه که گفتن ولایت نداره. خیلی هم که گفتن ولایت داره احتیاط کردن، خود من احتیاط ندارم ولایتش. اونم بله؟ نه 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 نه، به اون معنا که، به اون معنا که نیست، اون اذنه. بله بله، در دختر باکری که بالغه و رشیده، اگر رشید نباشه آها ولایت داره برش. چی؟ ها، بعضی ها تصریح کردن عقد باطله، بعضی ها تصریح کردن هیچ اشکال نداره. من به نظرم عقد باطل نیست، فقط این کار حرامه، برای حرام شده، حکم تکلیفی نه حکم وضعی، خلاف شدید. از همین عروه رو ببینید، یه مشتی فقه ها اختلاف دارن، بخاطر که روایاتش مختلفه. بعضی روایاتش صریحه، لا امر لها، دختر هیچ کار است. بعضی روایاتش صریحه در این که این یک امر اخلاقیه که پدر اجازه بگیرن. بعضی هاش هم نه، علی کل محل خلاف، حتی فقه های امروز مختلف فتوا میدن. شنو؟ أي في الدليل، في الدليل أكو الجد مقدم، لولا الدليل ها؟ لا لا، دليل خاص أكو، الجد آخر. الان یادم نی وجه مسئله، اگه اونجا گفتیم سنگ در صید، همون شکار صید، اگه گفتیم نه طبق رساله عمل میشه. خلاصا میشه که اون مورده، ظهور دارن که این مورده، نه این که موضوعه. ببینید ظهور یه مسئله، یک کل احکام مبتنیه برشه، ظواهر حجته. اگر یه جایی ظهور داشت که این شیئی که در روایت ذکر شده در دلیل آمده، این موضوع مسئله است، القاء خصوصیتش معنا نداره. اما اگر استفاده شد که این مورد مسئله است، یعنی سوال در این مورد شده، وقت اگه شک که در سعه و ذکر کردیم، ذکر خلاف اصل. حالا الان دلیل مسئله یادم نیست، اما چیزی که هست اون قدری که خود فقها هم تخصیص ندادن، به خاطر همینه، فهم این که این مورد نه موضوع، این برداشته دیگه. بله عرض کردم، چون فرمودم مشهورم همینه که جد مقدمه، چون دلیل خاص داره اون ابه ابه. هذا الفقهاء ذاكرين من القرون السابقة حتى اليوم بأنه إذن الأب في المورد الذي نقول شرط، سواء فتوى أو احتياط وجوبي، إذن الأب فيما إذا لم يكن الخطاب اللي جاي لخطبة البنت لم يكن كفوا والبنت راضية. إذا اللي يخطب كفو عرفي، والبنت هم راضية في هالمورد، إذا الأب عارض إذنه ليس بشرط.
حتى في الشرائع أكوه العلامة عند من القديم، إذن الأب شرط بناء على الشرطية أو على الاحتياط الوجوبي في الحكم الوضعي أو التكليفي فقط، فيما إذا لم يكن الخاطب كفوا وكانت البنت راضية مع هذين الأمرين لا أمر للأب. أي مكو من عرفي، هذا عرفي، قد يكون أفرض فد ولد، أفرض خمار وفد بنت مؤمنة، هذا مو أي عرفي، عرفي يرجع للعرف. بالك كوفة دارين جا اگر نك كل مؤمن ومؤمنة كوفة هسه. نه نه، در باره نکاح و بنتی که بالغ است و رشیده است و یک شوهری براش اومده، پدره با این شوهر بده، با خانوادش بده، با پدره به شوهر بده، قبول نیم کنه، اما شوهره از نظر عرفی مناسبه برای این دختر، دخترم قبول داره، در این صورت پدر، جد، هرچی بگن نه، از نظر شرعی ساقط اذنشون، لازم نیست. خلافه. بله. حرج مسئله دیگه است. حرج مسئله ثانیه، یعنی عنوان ثانوی. نه حرج هم لازم نیست باشه. نه اذن پدر، همون در منقطع بعضی گفتن اذن پدر شرطه، بعضی گفتن و در دائم شرط نیست. ببینید؟ جواهر بعضی گفتن در دائم شرطه، در منقطع شرط نیست. میگم چون روایاتش مختلفه، فتاوا مختلفه. به نظر من در این جهت دائم و منقطع فرق نمیکنه. نه اونجا که مال چیزه. بله، اما در این دنیا داره عربه، من الان یادم نیست اونجا، من اگه نظرم مخالف داشته باشم حاشیه دارم، عربه داره مسئله رو الان تو ذهنم نیست، رساله هم داره. سلام علیکم رحمت الله. اگر معلومه که اگه بچه را سخت نکنن هر دو از بین میرن، لا اشکال دارن که بچه را سخت کنن، اما اگر نه بچه معلوم نیست از بین بره، اگه سختش نکنن مادر از بین میره، بازم به نظر من جایز سختش، اما خلافیه. یعنی اذن هو ولایه بذلك المعنى. ای لا، حسب الادله ما دامت بکر میگم اگر مگر اینکه کفو باشه و راضی باشه، حتی اگه 15 سال است، اگه کفو و راضی این دختر اونجا ولایت بده، ای خالف في الكفو بالمقاييس العرفيه، يعني افرض فد بنت ما تناسب فد رجل مثلا، يعني افرض رجل 60 سنه والبنت 15 سنه وراضيه، هذا مو كفو عرفا، وان كان شرعا كفو مؤمن ومؤمنه. اي انا بنظري العقد مو باطل، ولكن هذا واجب شرعي، يعني تكليف احترام للأب. رشد سن نداره، فرق میکنه، یه دختری ممکنه 10-11 ساله، در حد 10-11 ساله به فهمیده است، یه دختری ممکنه 20 سالش هم باشه در این حد فهمیده نیست. عرفیه.
آدم خیلی فرق میکنه. یه دخترهایی هم سادن خیلی زود رشد پیدا نمیکنه. یه دخترهایی زیرک هن مثلا اول بلوغش رشد داره. رشد عرفیه که چی؟ نه صفیه. نه اون یه بحث دیگه است. پسر اذن پدر نمیخواد و علا کل صورت و حتی چیز نیست، حتی مسئله تکلیفی تنهام نیست، نه وضعش اشکال داره. فقط یه مسئله هست در پسر و اون اگر که در دخترم هست و اون اگر سفیه بود این در تصرفات مالیش حتی اگر 50 داره یکتن سفیه، نه اینکه ساده فقط سفیه. اگه 50 سالش هم هست این اذن میخواد، حتی یه سبزی بخواد بخره بفروشه اذن میخواد. اگه پدرش هست، اگر نه حاکم شرع، یا پدر نه اینجا در سفر سفیه معلوم نمیلاد داشته باشه، حاکم شرع. وقتی بحثیه آیا در نکاح هم ولایت لازم داره سفیه یا نه، عروبه داره، مسئله محل خلافه بین فقها است. به نظر من بله سفیه ولایت میخواد حتی در نکاح. نه نه ببینید، امارات یک اماراتیه که چیز قول داره، مثل نقل قولیه، مثل اینها، اون که بلا اشکال مثبتاتش حجته، خلافی هم نیست. خلاف در اماراتیه که متضمن قول نیست، مربوط به فعله، که غالبا فقها ها جواهر شیخ انصاری اینا رو میبینید متعرض هستن، میگن مثبتاتش حجته. فقط چیزی که هست در بعضی موارد چون میگن ظهور داره در این که این در حکم وجود خارجیه، فقط به تعبد شرعی. اما در بعضی موارد بالخصوص هست، در مثل قاعده فراغ و قاعده تجاوز، خیلی از فقها ها بالخصوص فرمودن این اینا مثبتاتش حجت نیست، چون استظهار اینه که دلیل نمیخواد بگه این جای واقعه، دلیل داره تعیین وظیفه میکنه. نه قاعده فراغ معنیش چون نماز ظهر تموم شده حالا شک میکنه برای نماز وضو گرفته بوده یا نه، قول نی. شارع تسهیلا فرموده که چون گل کل ما شکت فیه من ما قد مضا فامضی که ما هو امضیی، یعنی بگو نموزو داشتم، یا معناش این است که بگو نماز ظهرم، یا بگو نماز ظهرم اعاده نمیخواد. همین غالبا که عروبه داره و غالب فقه های محشین هم قبول کردن، گفتن این معناش این نیست که بگو نماز ظهرم درست بوده، با وضو بوده، معناش این نیست، معناش اینه که اعاده نمیخواد. اگه اعاده نمیخواد شما الان پس شک دارید که وضو دارید یا نه، نماز عصر نمیتونید با این وضو بخونید، نماز ظهرتون درسته. اما کاشف الغطا و پسر شیخ حسن کاشف الغطا و یه عده ای که به نظر منم حرف بدی نیست، گفتن روایات قاعده تجاوز که در داخل نماز اجزاء نماز و ها که به قاعده فراغ ظهور داره، در این که بگو اون انجام شده، یعنی اگه شک کردی که نماز ظهر تموم شد، شک کردی که وجود داشتی یا نه، از خواب پاشده بعدم نماز خونده، حال نماز ظهر تموم شده نمیدونه از خواب که پاشد وجود گرفت یا نه، اینجا الان این وجود نداره چون استصحاب حدث داره، اما برای نماز ظهر چون کلا باشه که دفعه موقع الله فامضهی، گفتن بگو نمازم درسته، یعنی بگو وظیفه ندارم این نماز رو اعاده کنم. استصحاب اینجا فعلی نیست، یقین سابق و شک لاحق وقت نماز نبوده، الان به نسبت نماز عصر یقین سابق و شک لاحق هست. اما کاشف الغطا و بعضی های دیگه
اینا فرمودن نه، لحن بعضی روایات قاعده تجاوز و فراق خلافی هم که دو تا قاعده است، یا قاعده که اون خلاف علمیه، اثر کم داره، خیلی اثر نداره خلاف. اینه گفتن بعضی روایاتش ظاهره در اینه که بگو اون درست بوده، نه اینکه وظیفه اعاده فقط ندارم. که حضرت که در یادمه میگه شک کرد تو سجود، شک کرد رکوع کرده یا نه، حضرت میفرمون بلا قد رکع، روایت صحیح هست، بلا قد رکع گفتن معنیش اینه که رکوع کرده، یعنی تنزیلن شرعیان تعبدن شرعیان این نمازش با رکوع بوده است، اینجوری تعبیر اینه. وقتی که شکل وضو گرفته یعنی این نمازش با وضو بوده است، وقتی که با وضو چکار اگه بو نمازش با وضو بوده، حالا با وضو دیگه چون حدث نمیده. فرق در استظهاره. یعنی مثبتاش مثبتاش حجت نه. البته به وقت تعبیر اصل نمی کنن، چون اماره مقابل اصله، یعنی مثبت اماره حجت نیست، نه اصله. اون در مثبت در اصول میگن اصل تن. بله 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 همین بله، یعنی استظهار همین عرض کردن تابع استظهاره دیگه. به خاطر سیره آره، نه نه اونایی هم که تفسیر گفتن بین لفظی و غیر لفظی که خواستن میگن لفظی مطلقا مثبتاتش حجته، غیر لفظی اینجور نیست که حجت باشه، باید دونه دونه ببینیم. مقابل اینکه کسی بگه که امارات مطلقا مثبتاتش حجته، فقها این کار کردن. من میخوام عرض کنم اونایی که خب اما میگه امارتون که ظاهر دلیل نیست که مثبتات حجته، چون کلمه اماره که تو ادله وارد نشده. این فقها این کلمه رو درست کردن واسه تسهیل تعبیر، اگر نه یعنی ولی هم خلاف درش شده. علم مجلسی سبحان الله کجا راست در حرمت ابدا ظهوره، فقط ظاهر قویه. ولی حالا شما خودتون بگردید، من نمیرسم. اینقدر کلمه حرام تو مکروهات ما داریم، نه یکی نه ده تا نه بیست تا نه صد، شاید بیش از صد تا. اینقدر تو کلمات پیغمبر صلی الله علیه و آله کلمه حرام کم هست، یعنی تو کلمات اینقدر هست حرام. و یه جای دیگه لابأس حضرت میگن، چون لابأس قابل حمل نیست، حرام قابل حمله. نه کلمه حرام خودتون بگردید پیدا میکنید، نه یکی نه ده تا، حتما پیدا میکنید. آره بله، در روایات خیلی هست. نه عمه نه نمیدونم تتبعی و حرام على قرية اهلكنا انهم لا يؤمنون، یه حرام تکلیفی نیست حتما. امین پس این یکیش. ببینید من نمیدونم حالا این عمومی که میگید در قرآن همش اینجوره. بله حرمت نه نه میخوام عرض کنم قبول دارم حرام ظهور داره، گیری نداره، اما اگرم ظهور داشته باشه نص نیست. اگر مقابل دو تا روایت بود معتبر، یکی میگفت فلان چیز حرامه، یکی میگفت لا بأس. لا بأس نصه، یعنی اگه شما بخواید بگید حرام باید لا بأس کلا طرح کنید،
اما اگر لابأس رو گرفتید حرام قابل حمل هست. چی؟ نمیدونم. نص خلاصه مثل ظهور. نه حالا اگر فقها به همین روایت عمل میکردن ما تخصیص میزدیم ان الله عوض رو یا نه، پس معلوم شد نص نیست. نه همین روایت اگر هیچ فرق نمیکنه، نه عمومه مثل ما و نفی استثناء میمونه، اینا عموماته. میگم همین روایته اگه مورد عمل فقها بود ما تخصیص نمیزدیم، میگفتیم تراب قبر الحسین صلوات الله علیه جایزه برای استشفاء، کرد تراب معصومون دیگه هم جایزه اگه معمول بها بود صحیح هست. معمول گیر اینه که معرض عنها هست. و صلی الله علی محمد و علی الطاهر. سیدی وبدا الجرح عميقا بي